بمب واقعی نقل و انتقالات فوتبال رو چه تیمی میترکونه؟ لیگ‌های برتر اروپایی و ایران به زودی شروع میشن و اخبار نقل و انتقالات به اوج خودش رسیده. من علیرضا هستم و توی این برنامه گپ تایم با امین میخوایم راجع به اخبار و شایعات نقل و انتقالات صحبت کنیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهای همیشگی فوتبال باز. مرسی علیرضا. همونطوری که گفتی اخبار نقل و انتقالات این روزا خیلی زیاد شده و به نظر منم سریع بریم سر اصل مطلب تا بتونیم مهمترین اخبار رو بگیم. همین تو روزهای گذشته اتفاقای عجیب و غریبی توی ملوان و شمس‌آذر افتاد. جریان چیه؟ والا علیرضا یه اتفاقی که توی سالیان اخیر تو فوتبال ایران باب شده اینه که مربی‌ها تو هنوز مهر قراردادشون خشک نشده از هدایت تیم جدیدشون منصرف میشن. درست بود. امسال هم سعید دقیقی و مازیار زاره این رسمو زنده نگه داشتن. دقیقی به خاطر مشکلات مالی ملوان صبرش لبریز شد قبل از شروع لیگ 24م از هدایت این تیم کنارگیری کرد. اون سمت هم مازیار زاره دقیقا به همین دلیل از هدایت شمس‌آذر کنارگیری کرده بود. فکر کنم با زمان خیلی کوتاهی هم سرمربی دوتا تیم شدن. حالا قراره به شکل خیلی عجیبی دوباره سعید دقیقی برگرده به شمس‌آذر، مازیار زاره هم برگرده به ملوان. عجب، فکر کنم فقط توی فوتبال مایی که این اتفاق میفته. آره متاسفانه. همین از پرسپولیس استقلال چه خبر؟ بازیکن جدید تو راه است؟ والا همونطور که میدونید پرسپولیس تو هفته گذشته تلاش خیلی زیادی رو برای جذب یحیی عطیه‌طلا کرد و بعضی از رسانه‌ها حتی کارو تموم شده میدونستن، اما مثلا که یهو سرکله باشگاه از مالک مصر پیدا شده و نظر مدافع مراکشی رو عوض کرده. حالا پرسپولیسی‌ها چند تا گزینه خارجی دیگر رو دارن بررسی میکنن تا ببینیم چه بازیکنی در نهایت به سنگر دفاعی گایدو اضافه میشه. درست. یه خبر دیگه ای هم راجع به پرسپولیس وجود داره که در نوع خودش خیلی جالبه. اونم اینه که مسئله پرسپولیس فیلم بازی سیامک نعمتی و شاهین مسلم رو به گایدو نشون دادن. بله. و بازی این دوتا بازیکن هم نظر مثبت گایدو رو به همراه داشت. اما مسئولان پرسپولیس یه اقدام عجیب و غریب هیچ تلاشی برای جذب این دوتا بازیکن نکردن. همینا فکر کنم خودشون پیشنهاد داده بودن بعد تایید کردن. خودشون پیشنهاد دادن گایدو تایید کرده فوتبال ایران از اینه دقیقاً. بعد هیچ اقدامی نکردن تا شاهین مسله بره با زوبان قرارداد ببنده با شرایطی هم که هست بعیده دیگه سیامک نعمتی دوباره به پرسپولیس برگرده. دقیقاً فکر می‌کنم که ما به اتفاقای عادی تو فوتبالمون عادت نداریم. آره واقعاً همینطوریه، انگار تا یه اتفاق عجیب و غریب نیفته شب اون صبح نمیشه. دقیقاً از پرسپولیس گفتیم، بریم سراغ استقلال. از استقلال چه خبر؟ استقلالی هم همچنان در تلاشن تا یه هافک خارجی با کیفیت جذب کنن. همونطور که تو ویدیو گپتایم نقل و انتقالاتی هفته گذشتم در رابطه با بازیکن خارجی استقلال صحبت کردیم، البته لینکش هم این بالا براتون میذاریم که اگر خواستید میتونید کاملش هم ببینید. اما اخبار جدید حکی از اینه که مدیرای استقلال توی ترکیه با گایل کاکوتا به توافق نهایی دست پیدا کردن. حتی پیشنویس قرارداد این بازیکن رو هم امضا کردن و قرار شده که در صورتی که بتونه تستای پزشکی رو با موفقیت بگذرونه قراردادش رو امضا بکنه. اما این اتفاق هنوز نیفتاده و ولی خب کاکوتا به طرفدارای استقلال قول داده که تا 24 ساعت آینده برای گذراندن تست پزشکی استقلال رای ایران بشه. همزمان با مذاکرات کاکوتا مدیر استقلال دارن مذاکره با ابراهیم هندونگ رو هم پیش میبرن. درست. که اگر یه وقت کار انتقال کاکوتا نهایی نشه برای جذب اونم پیش میبرن یا نمیبرن، چون من یه خبر خوندم که مونده تو دبی هنوز حتی آره. ویزاش هم نیومده، مدیر استقلال پیگیر نیستن. یه سری ناهماهنگی ها وجود داره این خیلی وزد. عجیبه، خیلی عجیبه. آره ولی خب من فکر کنم این به خاطر اینه که چون تمرکزشون رو بیشتر روی کاکوتا گذاشتن هنوز خیلی روی اندون. حالا جالب اینجاست که یه سری رسانه ها ادعا کردن که ممکنه است حتی استقلال هر دو بازیکن رو بخواد همزمان هم جذب کنه. فکر کنم یه قانون پنج به علاوه فورس وحشتناک بوده زیر قانون دیگه. آره دیگه تعداد خارجی خیلی زیاد میشه. همین تیمای دیگه چه خبر؟ مدعیای دیگه مثل سپاهان، تراکتور، اونا چه کار میکنن؟ بازیکن جدید تو راه هست واسه اونا؟ والا هنوز خبری از جذب بازیکن جدید برای سپاهان و تراکتور نیست. اما خب جدایی دوتا از بازیکن کلیدی این دو تیم قطعی به نظر میرسه.
سقفی ها سقف آقادی که دو سال رو تو جمع تیتی های تبریز حضور داشت، حالا دیگه کارش تو این تیم به پایان رسیده و یه سری شایعات بود که قرار به نساجی بپیونده، اما تو روزهای گذشته اخباری منتشر شده که هادی توی یه چرخش 180 درجه ای با یکی از تیم‌های لیگ ستارگان قطر به توافق رسیده و احتمالاً فصل آینده رو تو لیگ قطر بگذرونه. از طرف دیگه محمد جواد حسین نژاد که یکی از بازیکن‌های تاثیرگذار سپاهان تو فصل گذشته بود، بله، توجه یکی از باشگاه‌های تازه صعود کرده به لیگ برتر روسیه، یعنی تیم دینامو ماخاشکالا رو به خودش جلب کرده و مثل که با این باشگاه به توافق رسیده. ماخاشکالا یا ماخاشقله؟ ولی من اسمشو خیلی با دقت بررسی کردم، انگلیسیش اینجوری بود که دینامو ماخاشکالا. خب ما فارسی داریم صحبت می‌کنیم. حالا نمیدونم کامنت بذارید کدومش درسته لطفا. اخبار غیر رسمی هم از نهایی شدن این انتقال خبر میدن و باید ببینیم که مورایس با جدایی یکی از تاثیرگذارترین بازیکن‌های تیمش چطور کنار میاد، چون این روزا سپاهان وضعیت خوبی رو نداره و با باخت سنگین 4-1 خونگی مقابل یارای سردار آزمون توی شوال اهلی دارم وضعیت بحرانی رو تجربه میکنم. آره واقعا متاسفانه باخت سنگینی هم بود توی یکی از بیکیفیت ترین چمنهای ممکن. متاسفانه همین تیمای اروپایی تو چه حالن؟ خبری ازشون هست؟ آره هست، اونم چه خبری. فابریزیو رومانو دیروز اعلام کرد که بارسلونا بر جذب دنی اولمو ستاره تیم ملی اسپانیا و باشگاه لایپزیگ به توافق نهایی رسیده و قراره که یه قرارداد 6 ساله به ارزش 60 میلیون یورو رو با این بازیکن امضا بکنه. درسته، خرید فوق‌العاده‌ایه و خط هافک بارسلونا رو قشنگ تقویت کرده. من خونده بودم که منچستر یونایتد هم دنبال هافبک است، درسته؟ بله، منچستر یونایتد خیلی وقته که داره برای جذب مانوئل اوگارته هافک اوروگوئه پاری سن ژرمن تلاش میکنه. درسته، اما خب رقم بالای درخواستی پی اس جی برای فروش این بازیکن انگار که نظر مدیرای باشگاه یونایتد رو عوض کرده. دو دیم بگی اوکیه، فکر میکنم یه چیزی اولوش 70 میلیون یورو درخواست کردن. 70 میلیون یورو واقعا رقم بالایی. همین دیروز تو خبرها خوندم که آرسنال هم دنبال ویکتور اوسیمنه. این خبر واقعیت داره اصلا؟ آره، این خبر به تایید جان لوکا دی مارسیو هم رسیده. خاصی چیزی اوکی، ظاهرا ویکتور اوسیمن دیگه قصد ادامه همکاری با ناپولی رو نداره و مدیر پارتنوپی روملو لوکاکو رو به عنوان جایگزینش انتخاب کردن. البته آرسنال برای جذب اوسیمن کار همچین راحتی هم نداره و توپچی ها برای جذب این مهاجم با تجربه باید با پاریس سن ژرمن رو خاطر این تنها مشتری اوسیمن آرسنال نیست. آره باید با پاریس سن ژرمن هستش. بسیار عالی، بسیار عالی. و آخرین خبر، آخرین خبرمون هم درباره یوونتوس علیرضا. تییاگو موتا سرمربی جدید بیانکونری ها از مدیر این تیم درخواست کرده تا برای تقویت خط هافبک تیمش گالنو هافبک برزیلی باشگاه پورتو رو جذب کنن. باشگاه پورتو واسه فروش این بازیکن مبلغی در حدود 30-35 میلیون یورو درخواست کرده و با توجه به اینکه سبک بازی این هافبک با سیستم تییاگو موتا سازگاری داره فکر می‌کنم یوونتوس با پرداخت این مبلغ مشکلی داشته باشه. از طرفی فدریکو کیزا ستاره ایتالیایی باشگاه یوونتوس هم در مسیر جدایی از این تیم قرار گرفته. آره خب یه مسئولیت سنگین و فصل پیش پشت سر گذاشت. به 4 ساله ببین پدیده فوتبال ایتالیا بود، الان 3-4 ساله یه افت وحشتناک داره. آره ولی با این حال بازم همچنان مشتری خودشو داره و مثل که مقصد بعدی کیزا هم باشگاه آستروم ایتالیا است. آستروم. بله. خب پس با این خبر میرسیم به پایان این برنامه فکر میکنم. خیلی ممنونم از شما که تا به اینجا این ویدیو همراه ما بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. اگه کانال ما رو، کانال فوتبال باز رو تا الان سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید. مجدداً سپاسگزارم از شما. تا دیدار دیگر، خدا یار و نگهدارتون. یا علی، حق نگهدار.